صعوبة تكوني من این پریزنتیشنی که آماده کردم فکر کنم لینکش رو دوستان دارن توی چت گذاشتم و در این حال تو صفحه خودم هست، سعی میکنم اینجا قدم به قدم در مورد مشخصات پروداکشن ضرب صحبت کنم. اسلایدی که آماده کردم تو حدود 24 تا اسلاید هست که من تخمین میزنم حدود نیم ساعت بیشتر طول نکشه. بعدش یه احتمالاً اگه یه دوستان سوال داشته باشن من در خدمتشون هستم در مورد سوالاتشون. بعدش یه حدود 6 7 تا اسلاید دیگه هست که در مورد پروژه‌های جانبی بلاکچین زرد صحبت می‌کنیم که اگر وقت باشه امیدوارم وقت بشه که در مورد اون صحبت کنیم که چه پروژه‌ای در کنار پروژه زرد میشه شروع کرد. قبل از هر چیز من می‌خواستم کمی در مورد نام پروژه زرد صحبت کنم. صدای من رسا هست دیگه، درست میگم؟ اگر صدای من خوبه من ادامه بدم. بله، من صدای شما دارم. عالی. در مورد پروژه زرد، قبل از اینکه در مورد خود پروژه صحبت کنم، در مورد نوع پروژه زرد توی بلاکچین جدید که بر مبنای پروف آف استیک هستن، معمولاً از کلمه مینتینگ برای تولید جنریت کردن توکن های جدید استفاده میشه که توی فارسی معادل ضرب کردن سکه است. از اون طرف خب ضرب توی ریاضیات یکی از چهار عمل اصلی است که ریاضیات هم پایه اصلی کریپتوگرافی و رمزنگاری است و بلاکچین هم بر مبنای رمزنگاری ساخته شده. خب این تقریبا ما با مصمم بود که واسه پروژه انتخاب کردیم. از طرف دیگه این سمت راست هم که این سکه در یک اخامنشی است، جزء قدیمی ترین سکه هایی است که در تاریخ ضرب شده. من یک کوچولو در مورد فیچرهای اصلی پروژه توضیح اینجا بدم و اینکه یک کوچولو در مورد تاریخچه پروژه. حدود 2 سال پیش من تقریبا روی پروژه بلاکچینی کار میکردم. یکی از همکارای ما یه ایده در مورد اینکه یکی از مشکلات اساسی بلاکچین‌های پروف آف استیک رو حل کنیم که مبنی بر این بود که چجوری بتونیم سایز ولید پروسس‌ها رو در پروف آف استیک اسکیلبل یا مقیاس پذیر کنیم. من در مورد پروف آف استیک و این عبارات بیشتر توضیح خواهم داد، فقط در یه تاریخچه مختصر در مورد پروژه من عرض کنم. اونجا ما یه کار خیلی آزمایشی انجام دادیم و برای بلاکچین هایپر لجر آی بی ام ایده خودمون رو ارسال کردیم. خیلی استقبال کردن، حتی توی لابراتوار کریپتوگرافیشون هم بررسی کردن. نتایج خیلی خوبی از اون جلسه ما داشتیم. از طرف دیگه یه ایده دیگه ما داشتیم در مورد اینکه چطوری میتونیم با یک روش خیلی ساده به نام استم کردن ترانزکشن ها بلاکچین رو پروف آف استیک رو کاملا ام در مقابل یک سری از حملات مخربی که توی این سیستم میتونه اتفاق بیفته ام کنیم. این ایده رو توی فوروم میلینگ لیست بیت کوین مطرح کردیم. اونجا چندین بار بحث شد. خب توی بیت کوین تغییر تو کد بیت کوین تقریبا امکان پذیر نیست. از طرف دیگه شاید این مدل توی بیت کوین خیلی جواب نده، ولی توی بلاکچین های پروف آف استیک خیلی خوبه. ولی به هر تقدیر توی اون جلساتی که ما با دوستان توی بیت کوین مثلا مطرح می‌کردیم خوب استقبال شد از این ایده. فیچر دیگه و جز چیز یکی از خصوصیت دیگه بلاکچین زرب اینه که سایز نکته‌ای که من می‌خوام در مورد زرب بگم که زرب خیلی به وایت پیپر بیت کوین وفاداره. مثلا یکی از چیزایی که توی وایت پیپر بیت کوین خیلی مطرح میشه بس سایز بلاکچینه که توی زرب ما برخلاف اکثر بلاکچین های جدید میان و سایزشون خیلی بزرگ هستن، زرب سایزش بسیار کوچیکه. مثلا تستی که ما راه انداختیم حدود 1 کمتر از 50 مگابایت به 60 مگابایت سایزش رو میتونه به صورت راحتی قابل انجام هر کسی میتونه با داشتن یک مینیمم ماشینی مثل مثلا 1 کور یا 2 کور سی پی یو و کمتر از 1 گیگ یا 2 گیگ رم این بلاکچین راه بندازه و این ویچار پرایوت سرورهایی که از اپ آوران شما بگیر تا AWS و آمازون تا آژور و حتی علی بابا سرورهایی که بسیار ارزون هم هستن به راحتی قابل استفاده هستن، میشه از اون سرورها برای ران کردن پروژه ضرب استفاده کرد. مدل دیگه که توی بلاکچین ضرب هست و از ضرب و از بلاکچین های مشابه خودش متمایز میکنه بحث مدل اقتصادی که تو ضرب استفاده شده، یک مدل غیر تورمی دیفلیشنری کریپتوکارنسی هستش که من در مورد این مدل هم توضیح خواهم داد. در مورد اینکه در حال حاضر ما در حال تست پروژه هستیم، تست پروژه در حال حاضر انجام در حال اجرا هستش.
سعی کردیم تا حد امکان پروژه رو تست کنیم، حدود 80% کد با تست کاورج شده و در حال حاضر توی استرس تست و ریگریشن تست های پروژه رو داریم انجام میدیم. من شاید اگر بخوام کمی در مورد پروژه صحبت کنم، شاید مهمترین ویژگی و متمایز کننده ترین ویژگی پروژه بحث کانسنسی مکانیزمی هستش که ما تو ضرب داریم و این ایده به نظر من یکی از ایده های خیلی خوبیه که توی پروژه های پروف آف استیک مطرح شده و عملا پروژه ضرب رو تبدیل میکنیم به پروژه پروف آف استیک واقعی. من در مورد این پروژه صحبت در مورد پروف آف استیک بیشتر صحبت خواهم کرد، اما قبلش در مورد اینکه چرا توی بلاکچین ها به کانسنسس مکانیزم یا اصطلاحاً یک مکانیزم تفاهم نیاز داریم یک کوچولو توضیح بدم. یکی از تعاریفی که در مورد بلاکچین میشه، میگن که بلاکچین is a replicated state machine، یک استیت ماشین تکرار شونده است. مثلا اگر استیت ماشین زمان یه مفهوم کامپیوتر نیست، شما هر ماشینی میتونه یه استیت ماشین باشه، به عنوان مثال یک تفنگ رو در نظر بگیم، میتونه تو استیت پر باشه یا تو استیت خالی. اگر تو استیت پر باشه، من با کلیک کردن یک فانکشنی میتونم اون استیتش رو از پر به خالی تغییر بدم. وقتی در مورد بلاکچین صحبت میکنیم، ما در مورد زنجیری از بلوک ها صحبت میکنیم که خیلی راحت‌تر میشه این کوانتیتی میشه و خیلی راحت‌تر میشه هر بلوک رو معادل استیت در نظر گرفت. برای مثال اگر شما در نظر بگیم من از زمان T میرم زمان T به علاوه 1، معادل این مونه که از بلاک B میرم بلاک B به علاوه 1. اگر بخوام خیلی کامپیوتری و ریاضی طورتر این رو بررسی کنیم، مثل این مونه که از استیت S من میرم استیت S به علاوه 1. راحت‌تر میتونیم مجموعه در موردش صحبت کنیم، در مورد استیت ماشین. نکته ای که پیش میاد، چون خود ذات بلاکچین یه تو سیستم توزیع شده است یا استیت رپلیکیتد، اگر زمانی میتونن تمام نودهای تو شبکه در مورد در انتقال از استیت های استیت یک استیت به استیت دیگه تفاهم داشته باشن، که همه در مورد این انتقال استیت یک تفاهمی داشته باشه. اگر این پروتکل تفاهم نباشه، این کانسنسس مکانیزم نباشه، هر جو مرجی در شبکه حاکم میشه. به قول معروف مثال، اگر مثلا بیت کوین این کانسنسس مکانیزم نداشته باشه، ما هزاران شبکه بیت کوین خواهیم داشت، بجز یک شبکه بیت کوین هم داشته باشیم. بنابراین شاید قلب راکتور هر بلاکچینی کانسنسس مکانیزم بشه. اینجا بیشتر در مورد کانسنسس مکانیزم خاص بلاکچین زر میخوام کمی صحبت کنیم. یک کوچولو من نمیخوام خیلی در مورد بعدی که آتی که شاید خسته کننده هم باشه صحبت کنیم، یک کوچولو در مورد دو کانسنسس مکانیزمی که ما در حال حاضر داریم و مهمترینشون هست. یکی پروف آف ورک، یکی تو فارسی به اثبات کار ترجمه شده. بیت کوین مشخصا با این کانسنسس مکانیزمی که بعضا از با عنوان ناکاموتو کانسنسس پروتکل یاد میشه استفاده میکنه. خیلی ساده و این مبناست که نودهایی که تو شبکه هستن شروع میکنن به حل یک مسئله پیچیده ریاضی، اونم پیدا کردن یک فانکشن هشه. برای اینکه اون مسئله ریاضی رو حل کنن، نیاز داره که ریسورس هایی از سیستم خودشون مثل ریسورس های پردازشی یا ریسورس های میموری یا حافظه رو صرف اون حل و مسئله کنن. همونطوری که مثلا شما ممکنه برای حل یک مسئله ریاضی یک مشغوله یا چند مشغوله وقت زیاد یا انرژی زیادی رو صرف کنید، اما همین که جواب رو پیدا کردید به راحتی میتونید از صحت و سقم جواب خودتون اونو اثبات کنید به راحتی، یعنی کافی اون جواب رو توی اون مشغولی که تو معادله از قرار بدین. اگه دو طرف معادله با هم برابر شد، به این معنی که شما معادله درست حل کردید. همینطور هم تو بیت کوین هست، حل اون مسئله بسیار سخت، انرژی زیادی رو مصرف میکنه، ولی اثبات اون مسئله بسیار ساده است. اثبات حل اون مسئله بسیار ساده است، کافی فقط یک بار دیگه اون هش رو اثبات کنیم، اون هش رو دوباره بررسی کنیم. در مقابل پروف آف ورک که اثبات کار هست، ما کانسنسس مکانیزم جدیدتری داریم تحت عنوان پروف آف استیک. من این نکته رو عرض کنم که پروف آف استیک از دل خود بیت کوین فول اومده، این چیز جدایی نیست. یعنی کسایی که خود بیت کوین دارن، به خاطر بعضن شاید ایده های جدیدی که داشتن واسه بهتر کردن بیت کوین ایده رو مطرح کردن. توی پروف آف استیک بیشتر بر این اساس کار میکنه که چطوری نودهای شبکه برای اینکه اثبات کنن به شبکه وفادار هستن، قسمتی از سهام خودشون رو توی شبکه یا بلاکچین استران گرو میذارن. ترجمه این که از پروف آف استیک تو ویکی‌پدیا فارسی هست به نام اثبات سهام، من ترجمه‌ای که خودم بیشتر میپسندم اثبات گرویه. این رو شما سهامدار یک شرکت سهامی عام هستید، مقداری از سهام خودتون رو گرو میذارید. این گرویی بیشتر به این مفهوم هست که تلاش کنید برای بهبود
وضعیت اون شرکت سهامی. این گروهی در نهایت کمک میکنه که سیستم خیلی افراد تو سیستم که مشارکت میکنن به قدرت به سیستم وفادار باشن و اکوسیستم سالمتری رو شکل بدن و اگر کسی بخواد تو اونجا نقش محرمی داشته باشه اولین ضررش رو خودش میبینه و همینطور ممکنه اون توکن ها یا اون درصدی از سهامی رو که توی اون بلاکچین قرار داده از دست بده. پروف آف استیک در مقابل پروف آف ورک بعضاً محاسنی هم داره، یکی از محاسنش اینه که پروف آف استیک سرعت تفاهم بین نودهای شبکه بسیار زیادتره، سریعتره. مثلا اگر تو بیت کوین بذاریم متوسط هر 10 دقیقه ما یک بلاک رو داریم، تولید یک بلاک رو داریم، پروف آف استیک بلاکچین ها هر 10 ثانیه به طور مثلا دقیقاً در ظرف هر 10 ثانیه یک بلاک تولید میشه و این کمک زیادی میکنه برای اینکه همینطور نکته دیگه هم هست که وقتی یک بلاک تو گروه سکتور میشه 100% این فاینالایز رو هست. این کانو فورگ اصطلاحا وجود نداره، امکان نداره که در زمان تی ما دو تا بلاک بی یک تن بی یک پرایم داشته باشیم، چیزی که تو بیت کوین بعضا اتفاق میفته. میتونه کمک های زیادی به سری دیزاین یه سری مسائل توی بلاک چین بکنه. من در مورد کانسنسس مکانیزم زرد میخوام توضیح بدم، این قسمت پرکتیکال بیزا که فالت من رو سعی میکنم یک کوچولو توضیح بدم چون قلب رادتور ماست و این نکته مهمی هستش که تا یه حدی دوستان در جریانش باشم. پرکتیکال بیزانتین فالس تولرنس یک وایت پیپری است که سال 1997 خانم باربارا لیسکوف که برنده جایزه تورینگ هستن منتشر کرده و در اون یه مدلی رو دادن که چطور میتونیم که شبکه دیسنترالایز از اون نودهای ما نودهای که دارن یک برنامه راه میکنن چجوری میتونیم که اونجا یک مکانیزم کانسنسسی رو بین اونها با یک روش خیلی ساده و پرکتیکالی عملا این تفاهم کانسنسس رو بینشون برقرار کنیم. توی پی دی اف دی یا پرکتیکال بیزانتین فال تورنس سه تا استیج خیلی مهم وجود داره، استیج پی 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 همینطور که استایت مینین پری پریپر اند پریپر و کامین. من اگه بخوام اینو با یک مثال توضیح بدم، تصور کنید که سی اینجا کلاینت هست، یه درخواست داره و صفر یک و دو و سه یک دیتابیس دیستریبیوت توضیح شده است. این دیتابیس ها یا باید یک رو رو اضافه کنن یا یک رو رو همگی اضافه نکنن. نمیشه مثلا نصف از اینا یک رو رو اضافه کنن نصف اینا اضافه نکنن، اختشاشی در شبکه وجود نداره. اینا باید در مورد هر تغییر تو استیت تفاهم برسن. تصور کنید کلاینت درخواست میکنه که تو دیتابیس یک رول انتهای دیتابیس بلانش این درخواست رو به نود صفر که اصطلاحا اینجا نود پرایمری یا بعضا لیدر یا بعضا پروپوزر توی بعضی داکیومنت ها گفته میشه ارسال میکنه. نود پرایمری یا نود صفر، اینجا نود صفر رو اگه دقت کرده باشید نود مخربه یا خاموشه، نودی که تو سیستم سعی میکنه تحریف ایجاد کنه ولی موفق نمیشه. حالا اثبات میکنه گروزی نمیشه، چرا موفق نمیشه. نود پرایمری درخواست کلاینت رو میگیره و این رو برای همه نودهای شبکه ارسال میکنه. نکته ای که من لازم اینجا عرض کنم اینه که تمام پیام ها تو شبکه با کمک الگوریتم های کریپتوگرافی و رمزنگاری انزا میشن، بنابراین تغییر محتویات پیام ها عملا غیر قابل پیام ها غیر قابل تغییر غیر قابل جر هستن. خب تو مرحله پریپر هر نودی که دو سوم هر نودی که ریکوست مسیج پروپوزر یا لیدر رو میگیره اون مسیج رو ریکوست رو اول بررسی میکنه، از صحت سخن مطمئن میشه. وقتی مطمئن شد که اون ریکوست درست است اون رو امضا میکنه و برای نودهای دیگه تو شبکه میفرسته. هر نودی که دو سوم امضاها من جمله امضای خودش، یعنی اگه مثلا تو این مثال 4 تا نود هستن، اگر نود یک امضای خودش، امضای نود 3 و امضای نود 2 رو داشته باشه میره مرحله بعد که مرحله کامیت هست. دوباره تو مرحله بعد هم مرحله کامیت هر نودی نودها شروع میکنه بررسی پیام هایی که دریافت کردن و وقتی از صحت سخن پیام ها مطمئن شدن دوباره یک مسیج کامیت رو امضا میکنن و هر نودی که دو سوم به علاوه یک کامیت رو دریافت کنه عملا اون رو به دیتابیس اضافه میشه و به همه نودهای شبکه اعلام میکنه که این نود و این رو ولیده و این مسیج ولیده و این استیت ما اصطلاحا تحویل گرفته. خیلی ساده بخوام بگم پریپر دو فاز اولیه، پریپر اند پریپر پری اند و پریپر اینجوری هم که اولش بخوام بگیم که در مورد چی میخواهیم تفاهم کنیم. این دو فاز اول داره میگه که در مورد چه چیزی میخواهیم تفاهم کنیم. فاز کامیت میگه در مورد اون چیزی که تفاهم کردیم که تفاهم کنیم حالا تفاهم میکنیم. یعنی اولش اینا میخوام تفاهم برسن که چه اتفاقی میخواد بیفته.
وقتی فهمیدن که آقا میخوان این رکورد رو همه قبول میکنن، آره میخوان این رکورد به دیتابیس اضافه کنیم، این فایل دیتابیس محله بعد میگه خب باشه حالا بیایم رو این چیزی که تفاهم کردیم دوباره یه تفاهم دیگه انجام بدیم که باعث میشه پروتکل کاملا امن باشه و اثبات شده که این پروتکل پروژه‌های مختلف داره کار میکنه، مثلا پروژه لیبرای فیسبوک تو حد زیادی به این پی بی اف تی وفاداره، فقط نوع پروتکل ها نوع مسیج هایی که شبکه پخش میکنه به جای اینکه مش باشه تو این حالت که همه به هم دیگه پیام میفرستن همه به دیگه پیام میفرستن و این باعث میشه که تو یه حدی بندویت کمتری رو مصرف کنن و تا یه حدی پروژه از لحاظ پرفورمنس کارتر باشه. پروژه‌های مشابه مثل کاسموس، مثل الگورند، پروژه‌ای که اکثرا در مسائل پروف اف استیک هستن تقریبا این سه فاز اصلی رو دارن. توی بلاکچین زرب هم ما این سه فاز اصلی رو داریم ولی نامشون تا یه حدی فرق می‌کنه. سه فاز اصلی مرحله اصلی تو پروژه زرب هست: مرحله پروپوز، پریپر و پریکامیت. این سیستم اینجوری کار میکنه که تو هر هایدی ما میدونیم پروپوزر کی هست، همه در مورد اینکه نفر این پروپوزر برای این بلاک مشخص چه کسی هست اجماع دارن و اون پروپوزر وظیفش اینه که بلاک رو مشخص کنه و برای همه افراد و ولیدیتورهای شبکه ارسال کنه. همین که ولیدیتورها این بلاک رو دریافتن شروع به اعتبار سنجی میکنن، اگر ترانزکشن هایی که توی بلاک هست بررسی میکنن یا همه چیز درست باشه اون بلاک رو امضا میکنن و برای همه اصطلاحا گاسیپ یا برادکست میکنن پیام خود امضای خودشون و پیام خودشون رو. اگر دو سوم امضاها جذب بشه هر کسی دو سوم امضاها رو پیدا کنه میده مرحله پریپر، دوباره تو مرحله پریپر ما دوباره یک بار دیگه یک سری امضا باید جمع کنیم، هر کسی که دو سوم به علاوه یک امضا رو پیدا کنه عملا این بلاک کامیت میشه و میرن سراغ بلاک بعد. اگر به هر دلیلی نتونن تو این دو مرحله ولیدیت رو به تفاهم برسن برای اینکه تضمین بشه لایونس و زنده بودن پروتکل تضمین بشه، پروتکل رو سویش میکنن به راند بعدی. تو راند بعدی پروپوزر عوض میشه، در نهایت بلاک عوض میشه و در نهایت از اول همه شروع میکنن رو بلاک جدید. پروتکل تفاهم رو اون امضاها رو جمع کردن و در نهایت این رو باعث میشه که در نهایت یک بلاکی کل ماشین کل سیستم در مورد یک بلاک به جمع‌بندی برسه، اون بلاک رو کامیت کنه و همینطور برن سراغ بلاک بعد بلاک بعد بلاک بعد، همینطور بلاک ها بلاکچین اضافه میشه. هر 10 ثانیه هر 10 ثانیه دقیقا یک بلاک به زهر تولید میشه. نکته ای که من میخوام صحبت کنم اینه که اگر دقت کرده باشین توی پروف آف ورک همونطور که صحبت کردیم یک جوری انگار ماینرها و کسایی که توی بلاکچین نمیشه، برای مثال توی شبکه بیت کوین بلاکچین که مبتنی بر پروف آف ورک هستن، یک جوری انگار در حال رقابت با هم دیگه هست. هر کسی که زودتر بتونه این مسئله رو حل کنه برنده اون مسابقه است و بنابراین اون تفاهم رو بر اساس اون چیزی که اون برنده اون ماینر برنده اعلام میکنه شکل میگیره. در مقابلش توی پروف آف استیک جوری انگار همه در حال همکاری با هم دیگه هستن، همه انگار کار تیمی دارن انجام میدن، همه دارن با هم همکاری میکنن که هرچه سریعتر این بلاکی که توسط یکی از این اعضا پروپوز شده رو تایید کنن و برن سراغ بلاک بعدی. وقتی صحبت از همکاری میکنیم عملا صحبت از یک کار تیمی میکنیم. شما توی کار تیمی اگر تیم کوچیک باشه تیم ضعیفه، اگر تیم خیلی بزرگ باشه غیر کار افیشنت نیست، کارایی خوبی نداره. از طرفی می‌بینیم هر چقدر تیم بزرگتر باشه امتره. یعنی اینجا یه پارادوکسی توی پروف آف استیک پیش میاد. توی این پارادوکس رو تو پروف آف استیک برای اینکه حل کنم میان از یک مدلی استفاده میکنن تحت عنوان دلیگیتد پروف آف استیک. یعنی چی؟ تو بلاکچین‌های مختلف میان به جای اینکه همه بتونن توی فرایند تولید و پرودیوس کردن بلاک ها مشارکت داشته باشن، یه تعداد خاصی هستن تحت عنوان دلیگیتور که اینها میان بلاک رو تایید میکنن. افراد دیگه میان عملا اون توکن یا اون سهام رو که میخوان باند کنن یا گیرو بذارن میدن عملا به این دلیگیتور قرض میدن. یه جوری این دلیگیشن اون مسئله سایز تیم رو حل میکنه ولی یک مشکل بزرگتر رو ایجاد میکنه. اون مشکل بزرگتر اینه که در طول زمان این دلیگیشن فساد میاره. شما همین که این دلیگیشن رو قدرت رو به اونها واگذار میکنید، بعد از مدت اینها صاحب قدرت بیشتری میشن چون یک کمیسیونی هم از اون ریوارد که در نهایت توی بلاکچین هست در میرن و در طول زمان شبکه خیلی تمایل به فساد داره.
نمونه خیلی واضحش هم هست، مثلا بلاکچینی هست به نام EOS که تقریبا الان برای همه مفید شده که تقریبا توسط اینجوری مثل این موقعی که شما یک شرکتی مثلا سهامی عام داشتی، بعد از یک مدتی یک سری گانگستر رو شکل گرفتن شده سهامی خاص، اونها دیگه تصمیم گیرنده هستن و گاورن میکنن و مدیریت میکنن بلاکچین رو. عملا بلاکچین EOS دچار همچین موزلی شده و این آفتی هستش که اکثر بلاکچین هایی که مبتنی بر دلیگیت پروف آف استیک هستن دیر یا زود به اون دوچار میشن. راه حلی که ما توی بلاکچین زرد داشتیم که چطوری میتونیم یک بلاکچین داشته باشیم که دلیگیتت نباشه، ولی در این حال اون مسئله مقیاس پذیر کردن ست یا مجموعی ولیدیتورها رو حل کنیم. خب ما یه روش خیلی ساده و هوشمندانه این موضوع رو حل کردیم. توی بلاکچین زرد اجازه این که ما یک مجموعه ثابتی از دلیگیتورها داشته باشیم، عملا یه استخری از ولیدیتورها داریم که هر کسی با باند کردن یا گره گذاشتن مقداری از توکن‌های خودش تو شبکه میتونه به اون مجموعه اون استخر یا پول ولیدیتورا بپیونده، هیچ محدودیتی نداره. ولی در این حال یک مجموعه فیکسی از ولیدیتورها تو شبکه هستن که سایزش کاملا فیکس مشخصه و اون هم 21 عدد هست برای مثال. سیستم اینجوری کار میکنه که تو هر راندی یک نفر به طور تصادفی از توی استخر پول انتخاب میشه، وارد ست میشه و یک نفری که آخرین نفری که در ست بوده از ست خارج میشه و برمیگرده به پول. با این روش، با این ترفند ساده، ما میتونیم هم جلوی مدل دلیگیشن رو بگیریم، هم این که تضمین کنیم کارایی و امنیت بلاکچین رو در طولانی مدت. این داینامیک شدن دلیگیتور ست کمک بسیار زیادی میکنه، همینطور به امن‌تر شدن و کارآمدتر شدن بلاکچین. من برای اینکه توضیح بدم چطوری این اتفاق میفته، چجوری ولیدیتور خودشون رو انتخاب میکنن، اجازه بدین یه مثالی بزنم. تصور کنید که تو جمعی که الان هستیم، همه ما شروع میکنیم یک لاتاری رو، همین الان مثلا در حال اجرای یک لاتاری رو انجام دادن. تو این لاتاری هر کدوم از ما شروع میکنیم یک عدد تصادفی تو کامپیوتر خودمون تولید کردن و که این عدد تصادفی عددی باید باشه بین 0 تا 100 و هر کدوم از ما فقط حق داریم یک بار این عدد تصادفی جنریت کنیم، هیچ کس نمیتونه دو بار این عدد رو تولید کنه. هر کسی که عددی که تولید کرد کمتر از 10 باشه میتونه برای راند بعد برنده این لاتاری باشه و میتونه برای راند بعد وارد ست بشه. خب فرض کنیم مثلا یکی عدد 60 جنریت میکنه، یکی 65 جنریت میکنه، یکی عددی که جنریت میکنه تولید میکنه 5. اون کسی که عدد 5 رو تولید میکنه، عدد 5 رو به همراه پروف، به همراه اثبات اون به همراه اثبات اون برای اعضایی که توی ولیدیتورست هستن میفرسته و اونایی که توی ولیدیتورست هستن این پیام رو بررسی میکنن که همه چیز درست باشه، عددی که تولید شده درست باشه، پابلیکیش درست باشه، همه چیز درست باشه، اون ولیدیتور وارد ست میشه و ولیدیتور قدیمی‌تر از ست خارج میشه. و همین سادگی رو میتونیم یک سیستم داینامیکی از ولیدیتور داشته باشیم که کمک زیادی میکنه به امن‌تر شدن این ست ولیدیتور. این ایده جدیدی است در هیچ کدوم از بلاکچین هایی که در حال حاضر به عنوان پروف آف استیک در بازار مطرح هستن هیچ کدوم وجود نداره. فقط تنها بلاکچینی که تا حدی ایده مشابه این داره الگورند هست که اون هم البته بر مبنای VRF هست، ولی از نوع دیگری هستش، مدل دیگری رو پیگیری میکنه. همونطور که قبلا گفتم تقریبا اکثر بلاکچین هایی که تحت عنوان پروف آف استیک ما میشناسیم عملا دلیگیت پروف آف استیک هستن، حالا ممکنه اسمای دیگه بذاره ولی در نهایت دلیگیشن به دل ذات خودشون دارن. نکته دیگه که من خیلی سریع میخوام بهش اشاره کنم و از این نکته دیگه دارم چون خیلی بحث تکنیکی، اینه که ما برای محاسبه استیت بلاکچین که خیلی مهمه خصوصا برای رسیدن به تفاهم، از یه روش خیلی ساده تحت عنوان مرکل تری استیت استفاده میکنم که همون مرکل تری هست که بیت کوین توی پروتکل خودش داره. ولی برای اینکه بتونیم از استیت این از این مرکل تری توی استیت بلاکچین استفاده کنیم، به هر اکانت یا ولیدیتور یک عددی ترتیبی و منحصر فرد رو اختصاص میدیم که با اختصاص دادن اون عدد منحصر فرد میتونیم جایگاه هر و اکانتی و ولیدیتوری توی
این مرکل تری بدونیم و به راحتی بتونیم روت هش اون استیت رو حساب کنیم که کمک زیادی برای رسیدن به تفاهم توی بلاکچین ما توی زرب ایجاد میکنه. من اینجا اجازه میخوام که کمی در مورد ترانزکشن ها و تراکنش ها توی بلاکچین زرب صحبت کنم و اینکه چطوری ما با یک مکانیزم ساده ای توی بلاکچین زرب تونستیم هم امنیت بلاکچین رو زیاد کنیم هم از یه سری مزایای دیگه بهره مند شیم. من توی بلاکچین زرب برخلاف بلاکچین های دیگه ما از یک روشی برای انتقال پیام استفاده کنیم تحت عنوان استمپینگ ترانزکشن. این به چه معنیه؟ توی معمولا توی بلاکچین ها یک ترانزکشن تشکیل شده از یک پیلود به همراه یک سیگنیچر یک امضا. توی زرب یک فیلد دیگری هم هست که در ابتدای هر ترانزکشنی وجود داره، اونم تحت عنوان استمپ پیلود و سیگنیچر. استمپ چیزی نیست جز هش بلاک قبلی. با وارد کردن هش بلاک قبلی در داخل هر تراکنشی ما میتونیم عملا اگه دقت کرده باشین انگار یک جوری تراکنش به فورکی که بهش وابسته هست، فورکی که درش هست وابسته میشه، انگار لویال و وفادار میشه. با وابسته کردن تراکنش به فورک اصلی بلاکچین ما میتونیم امنیت بلاکچین رو به حد خیلی قابل قبولی افزایش بدیم. یکی از اتک هایی که معمولا در وقت در مورد بلاکچین های پروف آف استیک صحبت میشه از دو تا اتک خیلی مهم استفاده، دو تا اتک یا حمله خیلی مهم معمولا یاد میشه. یکی از اتک ها از به عنوان ناتینگ ات استیک، دومیش هست لانگ رنج اتک. ناتینگ ات استیک در واقع حمله مهمی نیستش، اگر یک بلاکچین بد ایمپلیمنت شده باشه، کانسنسس مکانیزمش بد ایمپلیمنت شده باشه اون اتک خودش نشون میده، اما اگر کانسنسس مکانیزم به پی دی اف تی وفادار باشه اون حمله تقریبا بی‌مفهومه. اما حمله دوم تحت عنوان لانگ رنج اتک یک حمله تقریبا خطرناک و خیلی مهمی هستش. لانگ رنج اتک به این معنیه که اون کسایی که در ابتدای بلاکچین خصوصا تو بلاکچین زرب، بلاکچینی که دلیگیت پروف آف استیک نیستن، به این معنیه کسایی که در ابتدای بلاکچین شروع به وریدیت کردن و اعتبار سنجی بلاکچین کردن، بعد از گذشت زمان طولانی مثلا فرض کن بعد از یک سال زمان خیلی طولانی مدت شروع کنن یک فورک دیگری از بلاکچین تولید میکنن موازی فورک اصلی، و هر وقت تصمیم گرفتن اون فورک اصلی رو عیان میکنن و با این روش میتونن به بلاکچین حمله کنن و خیلی کارهای بعدی میتونن انجام بدن، مثلا دابل اسپنی یا هر چیز دیگه. اما استمپ کردن ترانزکشن ها توی زرب کمک زیادی میکنه که اصلا اون حمله رو کاملا خونسا میکنه. چطور؟ چرا که تراکنش فورک مادر، فورک اصلی کاملا وفادار میمونه. اگر تراکنش بخواد وارد فورک دیگری بشه، این تراکنش اینوالید میشه، تو اون فورک غیر معتبر میشه. بنابراین ما به این روش خیلی ساده این حمله رو کنسا کردیم. از طرف دیگه دو سه تا فیچر خیلی خیلی خوبی داره. کسایی که با بلاکچین بیت کوین کار کردن یا اصلا بعضا بی اتریوم یا بلاکچین مشابه میدونن که یکی از معضلاتی که این بلاکچین ها دارن اینه که این تراکنش هایی هستن که بعضا ماها تو میمپول اینها گیر میکنن. یعنی مثلا تو بیت کوین بعضا هم ترانزکشن هایی هستن که ماها هستن اون تو ترانزکشن ها هنوز وریفاید نشدن، هنوز کانفرم نشدن، ولی کارش هم نمیشه کرد. با استم کردن ترانزکشن ها میتونیم یه تایمی برای زنده بودن ترانزکشن ها تعریف کنیم. مثلا توی زرب تایم یک روز، یعنی بعد از یک روز ترانزکشن اینوالید میشه. نکته دیگه ای که با استمپینگ ترانزکشن کمک میکنه به بهبود کارهای بلاکچین اینه که با استمپینگ ترانزکشن از بلاک جدا میشه، دیکاپل میشه، دیگه نیازی نیست که برای اینکه یک بلاک جدید بسازیم خود ترانزکشن تو دل بلاک نگهداریم، میتونیم فقط هش ترانزکشن رو نگهداریم. این نکته ای بود که من با دوستان توی بیت کوین میلینگ لیست بیت کوین مطرح کردم که با نگه داشتن هش بلاک اون موزل اساسیه که بیت کوین داره تحت عنوان بلاک سایز بلاک رو میتونیم حل کنیم. توضیحی که اونا دادن تا یه حد این بود که بالاخره ترانزکشن رو میخواد، توضیحشون هم قانع کننده بود، ولی اگه مثلا یه روزی بلاکچین مثلا بیت کوین بخواد مثلا چک پوینت داشته باشه، خب اونجا توی اون شاید خیلی خیلی کمک کنه. بعد تقریبا شاید این استمپینگ ترانزکشن توی پروف آف ورک اثبات کار، بلاکچین های اثبات کار خیلی کمک نکنه، ولی مسلما تو پروف آف استیک خیلی مهمه و کمک بسیاری برای تامین امنیت بلاکچین میکنه. نکته دیگه که من میخوام صحبت کنم در مورد ویژگی های بلاکچین زرب اینه که بلاکچین زرب از یک الگوریتم کریپتوگرافی جدیدی تحت عنوان BLS استفاده میکنه.
BLS یک جور اصطلاحاً threshold signature. threshold signature به چه معنی؟ threshold signature به معنی که شما اگر یک پیام ثابتی رو تعداد مشخصی افراد امضا کنن، به جای اینکه ما تعداد مثلا توی همین تصویری که می‌بینیم مثلا شخصی یک، شخص دو، شخص سه، دو شخص، این یک پیام ثابتی رو همشون امضا کردن، به جای اینکه ما این تا سیگنیچر داشته باشیم، میتونیم این تا سیگنیچر رو با هم دیگه ترکیب کنیم، مثلا اگریگیت کنیم، یک سیگنیچر در یک امضا در واقع داشته باشیم. این یک کمک بسیار زیادی میکنه برای اینکه سایز بلاک چین توی ضرب بسیار اپتیمایز بشه. شما تصور کنید هر بلاکی که توی ضرب قرار تولید بشه 21 ولت رو قرار اون بلاک رو امضا کنن. سایز سیگنیچر ها امضاها توی ضرب حدود 48 بایت هست. اگر ما بخوایم 21.48 بایت رو در هر بلاک داشته باشیم، یه عدد خیلی گنده ای ما پیلود برای هر بلاک باید اضافه کنیم. از طرف دیگه ما اولش هم اول این اسلاید کردم که ضرب خیلی سعی میکنه به اصولی که توی وایت پیپر بیت کوین مطرح شده و خود باشه، سایز بلاک چین توی بلاک پروژه ضرب برای ما اهمیت داره. مهمه که سایز بلاک چین تا حد امکان اپتیمال و کم باشه. تانکیو تو بی ال سی میشه، تشکر از کسایی که بی ال سی میشه رو درست کردن و این امکان فوق العاده رو گذاشتن که ما بتونیم این سیگنیچر هایی که تو هر بلاک هست همه رو تبدیل کنیم به یک سیگنیچر و سایز بلاکچین رو فقط با نگه داشتن 48 بایت به طرز خیلی زیادی کوچیک کنیم. و نکته دیگه ای که یکی از ویژگی های دیگه که دوستانی که با بلاکچین بیت کوین و رمز ارز بیت کوین که تو کارسی بیت کوین هستن میدونن که تو بیت کوین تو اون زمانی که میخواستم مولتی سیگنیچر رو ایمپلیمنت کنم خیلی کار چیزی شد، یعنی کار طولانی شد، خیلی بحث سکیوریتیش مطرح شد. از طرف دیگه مولتی سیگنیچر انگار اون والت های چند امضایی اعتبار سنید خود بلاکچین، این زمانی که شما ترانزکشن میفرستید تو خود بلاکچین مثلا آن چین اتفاق میفته. بی ال اس میتونه کمک کنه که پیاده سازی والت های چند امضایی آف چین بشه، خارج از بلاک چین ما این پیاده سازی رو انجام بدیم، که این هم باز بسیار 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 به کارایی بسیار 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 به کارایی و بهبود عمل کرده بلاک چین ضرب کمک میکنه. من دوستانی که این مورد دیرتر اومدن به درسته، من لینک این اسلاید رو توی چت گذاشتم. خب اینجا من یک کوچولو اجازه میخوام در مورد مدل اکونومیک اقتصادی بلاکچین ضرب توضیح بدم. اول نکته که میخوام توضیح بدم در مورد این مدل اقتصادی ضرب هستش که مدل اقتصادی ضرب یک مدل دیفلیشنری یا غیر تورمی است در مقابل مدل های اینفلیشنری یا تورمی که معمولا بلاکچین های پروف آف استیک دارن. علتی که اکثر بلاکچین های پروف آف استیک مدل اقتصادیشون تورمی هست برای مبنا هستش که اونها میخوان بلاک ریوارد رو به کسایی که توی شبکه در حال پروپوز کردن یا معرفی اعلان بلاک رو اصلا بدن. خب این توکن بعد از جایی جنریت بشه، این جنریت کردن هولد کردن توکن رو باعث میشه یه بار تورمی توی بلاکچین ایجاد کنه. ضرب خیلی خیلی وفادار بوده به این چیزی که تو بیت کوین مطرح شده و همون مدل بیت کوین رو استفاده کرده برای توزیع توکن ها. در نهایت توی ضرب ما مدلی که داریم مدل غیر تورمی، ماکسیمم توکنی هم که تو ضرب جنریت میشه در نهایت 21 میلیون توکن خواهد بود و همون مدل بیت کوین رو رعایت میکنه. من توضیح میدم چطوری. خب اولش این نکته رو بگم در مورد اینسنتیوایزیشن یا همون پروتکل، همون مشوق های اقتصادی برای بلاک چین. وقتی ما از بلاک چین صحبت میکنیم از این صحبت میکنیم که یک سری افراد تو شبکه شروع کنه، حالا کامپیوترشون رو به هر تهدی و کامپیوتر خونهشون یا سرور مجازی که توی AWS یا هر جا دارن، افغاربان هر جا دارن، این رو وصل کنن به برق، به اینترنت وصل کنن، از ریسورس های حافظه یا از ریسورس های منابع پردازشی کامپیوتر یا ماشینشون استفاده کنن که توی بلاکچین مشارکت داشته باشن. خب این نیاز داره که یک مشوق های اقتصادی برای این کسایی که تو پروژه مشارکت میکنن در نظر گرفته بشه، همونطور که تو بیت کوین هم به صراحت اشاره شده که این مشابه های اقتصادی برای اینکه بلاکچین گسترش پیدا کنه و دیسنترالایز بشه. این مشابه ها باید تو شبکه باشه، نمیشه بلاکچین رو بدون مشابه اقتصادی اجرا کرد. برای اینکه ما بتونیم مشابه های اقتصادی توی ضرب داشته باشیم، یک اکانت استثنایی توی بلاکچین ضرب هست تحت عنوان اکانت تریژوری و اکانت خزانه داری. این اکانت آدرسش هست توی صفر
که این ارکان دقیقا توی بلاکچین جنسیس یا بلاکچین مبدا یا بلاکچین توی بلاک جنسیس یا هم بلاک مبدا یا بلاک پیدایش تعریف شده، غیر با هیچ کس نمیتونه به اون اکانت دسترسی داشته باشه، توکن هاش. این اکانت کارش اینه که هر ازای هر بلاکی که تولید میشه تو شبکه، یعنی دقیقا هر 10 ثانیه وقتی یک بلاک تولید میشه، قسمتی از اون توکن هایی که تو تریجری اون حساب خزانه داری هستن، به کسی که اون بلاک رو تولید کرده تحت عنوان پاداش یا ریوارد داده میشه یا تعلق میگیره به اون پروپوزر یا اون کسی که این بلاک رو ساخته، و این بلاک به حساب اون پروپوزر به عنوان مشوق اقتصادی پرداخت میشه. سیستم ریوارد هم توی بلاکچین ضرب برای این اساسه که تقریبا شبیه بیت کوین هست، فقط با یک سری به اختلاف پارامترها، اینه که در هر 16 ماه یک بار هالوینگ یا همون نیمه شدن ریواردها هر 16 ماه یک بار اتفاق میفته. یعنی اگر هر بلاکی 10 ثانیه زمان هر بلاک 10 ثانیه باشه، ما با عدد 4,200,000 بلاک میرسیم که تقریبا اگر با بلاکچین ریوارد آغازینمون 2.5 کوین پر بلاک هست، که در نهایت بعد از 16 ماه 10,500,000 کوین به افرادی که تو شبکه مشارکت داشتن تعلق میگیره، که معادل 50% کوین های شبکه است. بعد از اون هالوینگ اتفاق میفته و ریوارد نصف میشه 1.25، که بعد از 16 ماه دیگه نه ماه 32.75% کوین ها اصطلاحاً مینت یا زرد میشه، و همینطور پس علاوه بر زرد شما دارن اون ریواردها هر 16 ماه یک بار نصف میشه و 2.5 نصف 1.25 بعد 6.625 و 3.3 و 1.1 پس علاوه بر زرد. اینجا هم توی این نمودار من نحوه دیستریبیوشن ریواردها رو توضیح دادم و مشخص کردم. شما در 16 ماه اول 50% به توکن ها اختصاص داده میشه، بعدش 75%، و بعد از 12 سال تقریبا اکثر توکن ها به تخصیص داده شده. نکته دیگه از بررسی‌های مهمی که بلاکچین ضرب در مقایسه با بلاکچین مشابه خودش داره، نوعی برخوردی هستش که بلاکچین ضرب با فی تراکنش ها یا فی ترانزکشن ها یا کارمزد ترانزکشن ها داره. کسانی که احتمال قابل بلاکچین بیت کوین یا بلاکچین مشابه کار کردن میدونن، یکی از معضلات یکی از مشکلاتی که بلاکچین های بیت کوین داره، یعنی عملا یه جوری بد یوزر اکسپریانس عجیبی که اونجا داره، یعنی که تراکنش توی بلاکچین بیت کوین بر مبنای بیت هست. خب هر بلاکی تقریبا ما میدونیم هر بلاکی توی بیت کوین 1,000,000 بایت هست، و تراکنش ها بر اساس بایتی که تو شبکه استناد نتورک منتقل میشه حساب میشه. شما اگر دو تا تراکنش توی مثلا شبکه بیت کوین داشته باشید که تعداد بایت ها یکسانی داشته باشه، اصطلاحا بعضی میگن این پر ساتوشی پر بایت یا ساتوشی پر بیت تراکنش مثلا اینقدر بعد مثلا فی ترانزکشن باید باشه که این تراکنش موفق بشه. عملا شما اگر دو تا تراکنش یا ترانزکشن تو شبکه بیت کوین داشته باشی که بایت های یکسان داشته باشه، فی یکسانی پرداخت میکنه، ولی مثلا میتونه اون تراکنش اول 1000 بیت کوین تو شبکه منتقل کنه، تراکنش دوم 1 بیت کوین به شبکه منتقل کنه، که عملا یک جوری یوزر بد یوزر اکسپریانسه که تقریبا خیلی جاها در مورد این بحث میشه و خیلی ها نسبت به این قضیه معترض هستن. خودم مثلا چند وقت پیش میخواستم یه خرید اینترنتی انجام بدم با بیت کوین، و اون خریدی که میخواستم انجام بدم $15 بود، ولی ناچار شدم $3 بابت اون تراکنش من پول به عنوان کارمزد به شبکه پرداخت کنم، که کاملا یه چیز به نظر زائدی میاد. اگر شما به تایتل عنوان مقاله بیت کوین هم برگردیم، عنوانش هست الکترونیک پیمنت کش. خب الکترونیک پیمنت کش اینه که حداقل فی تراکنش هم یک جوری منصفانه باشه. کاری که ما تو ضرب کردیم اینه که فی تراکنش رو اصطلاحاً کارمز تراکنش رو بر مبنای ولیوی هستش که جابجا میشه، نه بر مبنای بیت. بنابراین اگر تراکنشی ولیوی بیشتری جا بجا کنه، باید کارمزد بیشتری بده، و این هم کاملا منصفانه است. و این فی کارمزد، این شما وقتی مثلا فرض کنید کارمزد یک شبکه پرداخت میکنید، میدونید که این کارمزد در جهت تقویت سکیوریتی بلاکچین، تقویت اکوسیستم و بهبود عملکرد اکوسیستم هست.
بنابراین چیز زائدی نیست، چیز غیر منصفانه نیست. من توی این پارامتر هم در مورد فی هم جزء پارامتر کانسنسس هست. برای مثال توی تستی که در حال حاضر اجرا میشه، درصدی که به عنوان فی در نظر گرفته شده 1000 ولی هستش منتقل میشه. مثلا اگر 1000 تومن توی این سیستم داره منتقل میشه، 1 تومن به عنوان فی به سیستم باید پرداخت بشه. از طرف دیگه برای اینکه ما جلوگیری کنیم که از اسپم شدن بلاکچین توسط تراکنش هایی که مقادیر کمی رو دارن منتقل میکنن، یک فی مینیمم رو تعبیه کردیم که اگر تراکنش از اون فی مینیمم کارمزد تراکنش از فی اون کارمزد مینیمم کمتر باشه، و اون فی مینیمم در نظر گرفته میشه، که این کمک میکنه به جلوگیری از حمله ای که مثلا یک کسی تصور کنید به جای اینکه مثلا یه نفری میخواد 1 میلیون تومان رو مثلا منتقل کنه، به جای اینکه یک ترانزکشن 1 میلیون تومانی بفرسته، 1 میلیون ترانزکشن 1 تومانی بفرسته، این اولا بلاک رو اسپم کرده، ولی این فی مینیمم کمک میکنه که جلوی اون اسپم کردن ترانزکشن رو بگیری. من تقریبا در مورد ویژگی های بررسی های اصلی بلاکچین زرم تا اینجا صحبت کردم و اون چیزهایی که من معتقدم پروژه زرم از پروژه مشابه خودش متمایز میکنه تقریبا سعی کردم خیلی خلاصه. نکات دیگه ای هم پروژه زرم هستش که حالا میتونیم در جلسات دیگه اگر انشالله وقت باشه یا فرصت باشه صحبت کنیم. اما یه دو تا اسلاید هست بعد از این اسلاید که به نظر من مهمترین اسلاید های این بخش از این مجموعه هست، یعنی به عزیز من اینو مهمترین اسلاید ها هستش. ببینید بلاکچین هیچ چیزی رو حل نکرد جز مسئله اعتماد و تراست، یعنی اون تنها موزلی رو که بلاکچین از بشریت حل کرده اعتماد تراست. شما وقتی مثلا پولتون رو به بانک می‌زنید، به بانکی که پول گذاشتین اعتماد می‌کنید. شما وقتی از سیستم جیمیل استفاده می‌کنید، به گوگل اعتماد می‌کنید. شما وقتی مثلا تلگرام استفاده می‌کنید، تلگرام اعتماد می‌کنید. بلاکچین ما چیزی ساخت، چیزی به ما داد که بر مبنای اینی که هیچ چیزی قابل اعتماد نیست و اگر قرار باشه سیستمی اعتماد بشه، بر مبنای عدم اعتماد ما سیستمی می‌سازیم که خود سیستم کاملا قابل اعتماد. بنابراین تو بلاکچین زر اگر قرار باشه بلاکچین زر موفق باشه، ما باید اعتماد سازی کنیم نه اعتماد زدایی. دوستانی که تو پروژه های بلاکچین فعال هستن خیلی هم خوشحال میشن نظرش میده در مورد پروژه زر بکنن، میدونن که تو پروژه مشابه که لانچ میشه در حال حاضر معمولا پروژه ها با ICO لانچ میشن و همینطور خیلی وقتا یه سری حساب هایی هستن که اکثریت کوین های اون بلاکچین رو از آن خودشون میکنن. زر هیچ ICO نداره، زر هیچ پریمینت توکن نداره، هیچ ارجحیتی، هیچ اکانتی بر اکانت دیگه نداره. همون روز اولی که پروژه مینتش خراب بشه، افراد به طور مساوی میتونن تو پروژه مشارکت کنن. اون چیزی که هست این پروژه با 4 تا بوت استرپ ولیدیتور فقط شروع میشه، که اون هم به خاطر اینکه شروع یعنی استارت پروژه است. بعد از اون دیگه پروژه کاملا پابلیک اوپن و افراد میتونن به پروژه جوین بشن، ملحق بشن و این ولیوی هم که هست از صفر شروع میشه، یعنی هیچ آی سی اوی نداره و ما قرار نیست چیزی به کسی فروخته بشه. این کاملا بر مبنای اعتماد. اون چیزی که یک بلاکچین رو موفق میکنه تنها و تنها اکوسیستم. من تو این اسلاید دوم بخوام خیلی جلو تاکید کنم که بلاکچین هیچ چیز جز اکوسیستم دیسنترالایز شدن تو بلاکچین به این معنی نیستش که ما مثلا فرض کنیم یک سری نود داشته باشیم در شبکه که این نودها مثلا دیسنترالایز باشن. نه، دیسنترالایز شدن معنی اعتماد سازیه، معنی این که افراد به این شبکه اعتماد کنن، بیان تو این شبکه به هر نحوی که امکان داره مشارکت کنن، حساب داشته باشن، تراکنش شبکه ایجاد بشه. و یه اعتقادی من دارم به دوستانم چندی رو مطرح کردم، این که اوپن سورس کامیونیتی که ما فارسی زبان ها تو ایران، توی حالشت ایران چه خارج از ایران داریم، یکی از بهترین اوپن سورس کامیونیتی هایی هست که در ما میشتند. خیلی از پروژه ما هر اکثر پروژه اوپن سورسی که مثلا من خودم حالا بعضا کار میکنم یا بعضا بررسی میکنم، همیشه یه سری ایرانی ها هستن اونجا فعال هستن. یک پتانسیل خیلی خوب داریم میشه برای اینکه میتونه یک پروژه تکنیکال خیلی خوب مثل زرد رو بهترش کنیم، بهبودش ببخشیم. و نکته بعدی هم این که اسلاید آخر این بخش اول اینه که اگر امکان داشته باشه در مورد این که اگر امکان داشته باشه پروژه ما رو ببینید توی
آدرس پروژه ما از زرد داد میکنه، خوشحال میشیم حتما اگه این کان داره دیسکورد ما ملحق بشید، گیت‌هاب ما رو بررسی کنید، نمیدونی چقدر این کمک میکنه به ما، گیت‌هاب رو فورک کنید، پروژه رو بررسی کنید از لحاظ امنیت، و این کمک بزرگی به پروژه زرد میکنه. من اینجا در خدمت دوستان هستم اگر سوالی داشته باشین، چون من یه سری اسلاید دیگه هم دارم در مورد نحوه کانتریبیوشن تو پروژه که حالا میذارم بعد از این. آدرس پروژه هم هست http://zard.network. مصطفی جان، یکی از دوستان پرسیده گفته که یه بار دیگه در مورد این نحوه توزیع کوین اگه میشه دوباره اگر توضیح بدی. آیا هادی در مورد هادی جان در مورد این دست این پیج ببینید، یه اکانتی توی جنسیس، جنسیس ما بلاکچین اینجور شروع میشه، یه اکانت داره با 4 تا تست ولیدیتور، دو تست ولیدیتور فقط واسه اینکه بلاکچین شروع بشه، هیچ چیز صفر نمیدونه، هیچ چیز نداره، استکی نداره، ولی یه اکانت استثنایی توی جنسیس اکانت جنسیس بلاک ما هست به نام اکانت تریژری که آدرسش هست صفر، اون اکانت 21 میلیون توکن توش هست، هر بلاکی که تولید میشه 2.5 کوین از اون 21 میلیون کم میشه میرسه پروپوزر، درسته؟ خب بنابراین هر کسی پروپوز میکنه 2.5 کوین میگیره، همینجوری شما هر 10 ثانیه 2.5 کوین از اون تریژری کم میشه به پروپوزر اضافه میشه، بنابراین بعد از 16 ماه 10 میلیون و 500 هزار کوین از اون تریژری اکانت کم شده و به پروپوزرها رسیده. این دقیقا اگر دقت کنید شما تو بیت کوین اینجوریه، بیت کوین اینجوری استارت شد، هر بلاکی که درست میشده هر 10 دقیقه ما یک بلاک داشتیم که تو هر بلاک 50 تا کوین به ماینر میرسه، بلاک بعدی 50 کوین، بلاک بعدی، یعنی بعد از 4 سال، 4 سال اولی بیت کوین 10 میلیون و 500 هزار کوین استخدام شده بوده. خب این اتفاق توی زرد هر 16 ماه یک بار میفته. من امیدوارم تونسته باشم جواب بدم. اگه سوال دیگه ای هست من تو دوستان سوال میکنن یه توضیح بدم. خیلی ممنون از همه عزیزانی که تشریف آوردن. یکی از اهدافی که در واقع ما اینجا داریم در واقع اینه که این کامیونیتی که مد نظر مصطفی بود و آخرش در واقع بهش اشاره کرد رو بتونیم در واقع اینجا بسازیم. یکی از افرادی که ما علاقمندیم که در واقع تو این اکوسیستم با ما همکاری کنن، دیولپرهای این که علاقمندن تو این دیولپمنت این کار مشارکت کنن، و خب طبیعتاً اگر سرمایه گذاری هم باشه که بتونه حمایت کنه ما خیلی استقبال میکنیم. این نکته رو مد نظر داشته باشید. خواهشم این هستش که هر کدوم از دوستانم که سوال میکنن اگر خودشون معرفی کنن ممنون میشم، و مثلا تخصصشون دیولپرن یا سرمایه گذارن یا مثلا آدم علاقه مندن. آقای مسلم رشیدی، آقای عبادتی هم که فکر کنم گفت 22 21 میلیون گفتی دیگه، درسته؟ بله 21 میلیون هستش ماکسیمم کوینی که گفتم، مدلی که تو زر استفاده میشه مدل غیر تورمی است، ماکسیمم کوینی که وجود داره 21 میلیون. در مورد سوالی که در مورد اتریوم هست، آره بلاکچین زر در ابتدا با اون چیزی که وجود داره فقط ترانسفر چیز هست، اون تعامل ما داریم اونه، ولی نکته که هستش ما دو تا پروژه مجزا من تو استاید دوم در مورد صحبت کردم، یکی از پروژه‌هاش اسمش از تنور دومی که به داشتن زرد در ورژن 2 اسمارت کانترکت رو بر مبنای وب اسمبلی ساپورت خواهد کرد. این اتفاق خواهد افتاد البته بیم حالا و ببینیم کامل چه جور رو میره، ولی این چیزی که هستش که توی برنامه هستش که ما اسمارت کانترکت رو بر مبنای وب اسمبلی داشته باشیم. در مورد نیازمندی پروژه که بهتاد عزیز، من یه چیزی هم یه نکته میگم، من چند تا دوستم تشکر میکنم، بهتاد آقای نقیب‌پور خیلی لطف کردن، هادی خیلی لطف کرد برای طراحی این پوسترها، ممنون از لطفشون، کمک زیاد این چند رقم کرده، ممنون خیلی زیاد. در مورد
در مورد نیازمندی پروژه، من یه سری اسلاید ها بعد این آماده کردم اگه سوال بود چیزا تموم شد، در مورد پروژه های سایت چینی که میشه کمک کرد تو پروژه، اون رو من یه توضیحاتی خواهم داد. دوستان سوالی اگه باشه من در خدمتتون هستم. من میتونم خواهش کنم که مصطفی جان شما اکانت یا مثلا ایمیل خودتون معرفی کنی که دوستانی که در واقع علاقه مندن این پروژه مشارکت کنن ما بتونیم در واقع در خدمتشون باشیم. والا بهترین روش اینه که اگه دوستان مشارکت کنن دیسکورد، تو دیسکورد هستیم. حالا من ایمیلم هم یادداشت میکنم در انتها میدم، تو دیسکورد پروژه خود وبسایت پروژه زبدوت نتورک هستش، گیتار پروژه فعالیت هستش. من بعد انتهایم هم من ایمیل هم بذارید بفرستم توی گوگل، من اونجا بفرستم. آقای مهدی هم پرسیده که چه زمانی پروژه عملیاتی میشه و نرم افزار کیف پول در اختیار عموم قرار میگیره. پروژه در حال حاضر که تستش داره کار میکنه، یعنی تستش مدت هست رو میده، ما تستای رگریشن تست و تستای نهایی رو انجام میدیم. هر وقت بتونیم، یعنی اون به زودی زمان مشخص در حال حاضر تصمیم گیری نشده در موردش، حالا عملا بیشتر امیدواریم که کامیونیتی شکل بگیره. اون تو صحبت هم کردم میخوای رودمپ به تو نشون بدی، یه رودمپی به من گفتی در مورد اینکه هدفت چیه، دقیقا تو چه مایلستونایی میخوای کار انجام بدی، میخوای اونم در واقع بشه اشاره. اون رودمپ رو الان ندارم، ولی خب سایت پروژکت ها رو دارم. الان اینجا اگه بخوام در مورد کانتریبیوشن تو پروژه صحبتی بکنیم، اینی که چطوری میشه تو پروژه کانتریبیوت کرد. من یه پیجی ساختم چند صفحه در مورد کانتریبیوت پروژه. یکی از قسمت‌های پروژه که دوستان ممکنه کمک کنن، مخصوصا کسایی که کد دیولپ هست، بس کد دیولپمنت اند تست پروژه هستش که با زبان برنامه‌نویسی لاگول نه نوشته، ریپوزیتوریش هم github.com zarp.co. خب اونجا دوستان میتونن کمک کنن تو کد کد دیولپمنت. یکی از کارهایی که دوستان میتونن بکنن اینه که همین تستت ران شده، ران کردن تستت فقط کافی دو تا کامند اجرا بشه تو تست شما بس بشین، تو بلاک رو بگیرید، حالا کارهای مشابه. نکته دوم اینه که ما نیاز داریم که بلاک اکسپلور داشته باشیم. اگه دوستان کمک بکنن توی بحث، حالا بحث این که بلاک اکسپلور ممکنه با زبان لنگویج جاوا اسکریپت کسی یا هر زبان دیگه بشه بلاک اکسپلور روش کار کرد. پروژه بعدی که نیاز هست توی زب روش سهم گذاری بشه به بحث جاوا اسکریپت استیکی هستش که نیاز هستش که برای اینکه بتونیم با خود بلاکچین اینتراکت داشته باشیم و ارتباط داشته باشیم. همینطور برای برادکست ترانز امضا کردن و برادکست ترانزکشن ها خیلی مهمه، خیلی نیاز هست. والد ها هستش که لازمه که با بی آی پی 32 و 39 و 44 مطابق باشه جنریت کنه والد 32. این پروژه خیلی پروژه ساده یه خیلی پروژه پیچیده نیستش، نمونه مشابه توی اینترنت زیاد داره، ولی خب نیاز یه تیمی مثلا پشت اون رو ببینه. بحث یه والد وب بیس هستش که اگر مثلا بحث سکیوریتی باشه میشه در موردش صحبت کرد. اگر دوستان علاقمند داشتن در مورد هر کدوم این پروژه های علاقه داشتن میتونن با من مکاتبه داشته باشن، میتونیم صحبت کنیم، من ایده هایی که دارم مطرح کنم که چجوری میشه این پروژه رو چیز کرد. یک پروژه دیگه که داریم برای اسمارت کانترکت ها در ورژن 2 بلاکچین، یک کد هاش توی گیت هاب ریپوزیتوری در حال حاضر هستش و استارتش خورده. بحث پروژه تنور هست که تنور پروژه برنامه راسته که کمک میکنه تو آینده ما بتونیم اسمارت کانترکت ها و مبنای وب اسمبلی توی سیستم داشته باشیم، یه چیزی مجزا از بلاکچین هست. و پروژه دیگه که حالا تعریف شده ولی خب خیلی تو هنوز شروع شده ولی کدایش رو زده توی گیت هاب هست، تحریمان کیپ. یک کیپ کمک میکنه اسمارت کانترکت ها توی بلاکچین زرد ما بنویسیم و این هم میشه ورژن 2 تقریبا. اگر دوستان سوالی دارن. آقای اصفهانی، هادی اصفهانی سوال کردن.
ببینید دیوریشن 16 در مورد دیوریشن اینا جنسیس پارامترز هم ما مینت لانچ نکردیم، حالا تو 16 ما میشه این پارامتر رو تو خود پارامتر جنسیس میشه تغییر داد، ولی خب با توجه به اینکه بسته که داره اگه کامیونیتی خوبی شکل بگیره اتفاقا زمان مناسبیه، ولی خب هالوین 16 ما از اول زمان منصفانه خصوصا تو بلاکچین پروف اف ورک پروف اف استیک، چون اون فی تراکنش هم در نهایت کمک میکنه به اینکه اون مکانیزمی که توی در نهایت کمک میکنه به سالم تر شدن سیستم اقتصادی. بعد اینکه گفتیم فی در حال ادجاست، نه در حال ادجاست نیست، اگر قرار باشه هر کدوم از این کانتست پارامتر عمل بشه نیاز اینه که دو سوم ولیدیتورها با اون تغییر موافقت کنن، اینجوری نیستش که به راحتی عمل بشه، بنابراین تغییر این پارامتر ها مثل فی مینیمم اینا نیاز به دو سوم آرای گروه آرای کسایی که تو سیستم مشارکت دارن داره، اتفاقی که تو اکثر بلاکچین های پروف اف استیک میفته، اگه قرار باشه پارامتری عوض بشه دو سوم اعضا باید با اون تغییر موافقت کنن. مهدی پیشنهاد کرده که یک گروه تلگرامی و واتساپی درست کنیم که به توسعه پروژه کمک کنیم. من خواهشم از همه دوستان اینه که دوستانی که علاقه مندن در واقع تو اون گروه باشن به مصطفی پیام بدن، حالا تو ایمیل یا از طریق مثلا اکانتش یا همون تو دیسکورد در واقع میتونن عضو بشن و این گروه ها رو در واقع مصطفی درست کنه، چون الان توی این مرحله در واقع دیولپمنت خیلی مهمه و میخوایم در واقع این پروژه‌ای که مصطفی تعریف کرده در واقع به یه جایی برسه، به سرانجامی برسه که بشه در واقع بلاکچین رو رسما لانچش کرد. پیشنهاد حالا نمیدونم مصطفی نظر شما در مورد گروه واتساپ یا تلگرام چه شما؟ من نظرم کاملا موافق خود مهدی میتونه این گروه تشکیل بده، من معتقدم خود آقای مهدی میتونه این گروه تشکیل بده و ارزمان نیازی نیست که منم تشکیل منم عضو بشم. حالا اگه بخوام از دید دیسنترالایز هم نگاه کنیم، خب بذاریم همه چی دیسنترالایز بشه، یعنی حتی گروه ها حتی پروژه ها، مثلا هر کدوم این پروژه ها میتونه یک نفر مسئولیتش به عهده بگیره، عملا من استقبال میکنم از هر از این ایده. دوستان دیگه سوالی، نکته، پیشنهادی؟ ببینید ببینید دلا... من اون اول بزن... ببینید من توی برگردم توی اسلاید اولی، چون توی اینجا من گفتم گفتم من در مورد فیچرهای اصلی بلاکچین در صحبت کردم، اگر این پرزنت ها هم ببینید اون کار اصلی که ما تو ضرب انجام داریم شاید دوتای اول باشه، یعنی ما اولا تونستیم یک بلاکچینی داشته باشیم که دلیگیتد نباشه، این خیلی مهمه، این اگر دوستانی که با پروژه مشابه دارن بررسی میکنن این خیلی کار بزرگی بود، ما تو زبر روز نمیشون یعنی یک که موزلات این سیستم رو حل کردیم. خب این باعث میشه که یک بلاکچین از لحاظ مدیریت کاملا سالم اداره بشه، اینجور نباشه که یه سری افراد باشن که اونجا سهام داره اصلیه، تو شما الان تو همه بلاکچین های پروف اف استیک تو بازار هستن یک سری آدم هستن که دلیگیت کردن شما پولتون رو به اونها، توکنتون رو به اونها میدید جای شما دلیگیت کنن، خب اگه اون کار اشتباه انجام بده توکن شما میسوزه، اصلا خود مثلا فرض کن پروژه جدیدی مثل پولکادات تو داکیومنتش ذکر شده که آقا شما مسئولی که پیدا کنی آدم خوبو، خیلی بامزه است، شما مسئولی که آدم خوب پیدا کنی توکن تو بهش قرض بده، این یه چیز مسخره ایه تقریبا، یعنی این نکته هستش که خب پروژه زرب هست. نکته دومش هم بحث مون استند ترانزکشن، نکته سومش هم اینکه به صورت این مبتنی بر اینه که آقا بلاکچین با ویژگی های جدید و این ویژگی های جدید کمک میکنه اینکه این پروژه از لحاظ کارایی هم بهتر باشه، هم امتر، هم قابل قبولتر در طولانی مدت خصوصا. مثلا در مورد یه چیز دیگه هم در مورد مثلا مدل دیفلیشنری، این نکته هم بگم، دیفلیشنری چند پیش مقاله ای اومد بیرون، من مقاله رو خوندم در مورد مدل اینفلیشنری که خیلی هم سرسدا کرد، یعنی کل پروژه پروپوزال خیلی سرسدا کرد، خیلی هم پاسخ به اون مقاله داده شد، این بود که مثلا یک نفری با یه سری حساب کتاب ریاضی خیلی ساده خب اثبات کرد که بلاکچین های پروف اف استیک که بر مبنای مدل تورمی هستن، مثلا پولکادات 10% تورم دارن، اکثرشون 7% 4% تورم دارن،
تو مثلا یک بررسی کردیم بلاکچینی که اگه 10% تورم داشته باشه بعد از 22 سال یک اکانت 51% توکن ها رو صاحب خواهد شد. خیلی ساده هم بود، یعنی محاسباتش خیلی خیلی ساده و منطقی هم بود. یعنی این بلاکچین ها در نهایت بعد چند سال مسیرشون کاملا متفاوت میشه، این قابل پیش بینیه. واسه همین یه نقد اساسی توی اساسی به همشون هست و این نقد هم میگم خیلی اتفاقا به این مقاله پاسخ داده شد، ولی خب حالا سرسره زیاد نمیکرد. اینکه ما یه مدل دیفلیشنری هم داریم توی بلاکچین پروف اوف استیک، اینم کار معنی از لحاظ ریاضیات کار خاصیه، کار خود واقعا واسه کار یونیکیه. اتریوم دو خیلی پروتکلش تغییره. من اون چیزی که در اتریوم دو میبینم دو سال پیش خوندم، آره اونم دلیگیتور هست، من واسه دلیگیتور هست، ولی خب مدلش فرق می‌کنه. فکر می‌کنم آخرین چیزی که من خوندم بود که اونا واسه اینکه مشکل دلیگیتور رو حل کنن دو مدل توکن دارن، یه مدل توکن واسه استیک ها دارن، یه مدل توکن واسه خود بیزینسشون دارن. خب اتریوم خیلی پروژه گنده، یعنی بیشتر هدف اتریوم دو اسکیلبل کردن بلاکچینه. ما توی زر بحث اسکیلبیلیتی هستن، موزده هستن، چی مسئله نیست که بخوام روش بحث کنم. الان شما فکر کنم یه اکانت توی اتریوم هستش که دارن پول جمع میکنن برای دلیگیتور ها. خیلی هم تغییر کرده این اتریوم دو، خیلی پروتکل شده نوشتن، تغییر بدن نوشتن، تغییر بدن که حالا الان قرار لانچ بشه بزنید، ولی حالا کی معلوم نیست. مثلا یکی از چیزایی که بود مثلا پروژه ای او اس بود، ای او اس با اگه دوستانی که خاطرشون باشه، یه زمانی که ای او اس پروژه ای او اس لانچ شد با یه ایده خیلی بزرگ انقلابی که میخوام جای اتریوم بگیریم، جای بیت کوین بگیریم، با یه سرمایه خیلی زیاد این پروژه اومد، چقدر امید ایجاد کرد تو خیلیا که این پروژه مثلا میتونه جای بیت کوین و اتریوم رو بگیره، ولی الان تقریبا یه بلاکچین ورشکسته است بعد از حدود 5 سال 6 سال 4 اولا تقریبا دیگه هیچ امیدی بهش نیست، چون عملاً هستش چینی ها افتاده. اونا که با پروژه ای او اس آشنا هستن میدونن همه دلیگیتورش چینن، اکثر چینی ها هستن که مثلا صاحب اون بلاکچین هستن. یه چیز بامزه در مورد ای او اس من بگم، این چیز جالبی بدونید، ای او اس بعد از یک مدتی که دیدن نمیشه کارش کرد و اینکه قانون اساسی بین خودشون نوشتن، یعنی بین 21 نفری که اونجا دارن بلاکچین طول میکنن، اما قانون اساسی کانستیتوشن تو گیت هاب ای او اس هنوز هست، من لینکشو دارم، یه قانون اساسی نوشتن که پر از شل و شلاته، چی کار بکنیم چی کار نکنیم، چی کار بکنیم چی کار، هر کسی حق داره چی کار کنه، هر کسی. حتی به اون قانون اساسی خودشون هم نوشتن وفادار نبودن، بعد مدتی اونم دیلیت کردن، ولی خب بعدش هنوز اون گیت هاب هست. اما اصلا اون اتفاقی که سی ای او اس افتاده بعید نیست واسه باقی بلاکچین که پروف اوف استیک هستن بیفته. فکر کنم حدود یک ساعتی شد که بله، اگر سوالی ندارن ما بازم دعوت، سوال نداریم بازم دعوت میکنم بیان تو این کار مشارکت کنن و حالا تو گروه دیسکورد، حالا گروه تلگرام، یا آقا مهدی تلگرام را بندازه یا واتساپ را بندازه اعلام کنه، من حتما حالا سعی میکنیم توی شبکه‌های اجتماعی اعلام کنیم حالا بر تغییر. امیدوارم برای هم قبلا هم گفتم اگر کامنتی شک نگیری و شک بگیره خب خیلی کمک بزرگی میکنه که ما بتونیم این پروژه رو به دوستان معرفی کنیم و در نهایت پروژه لانچ کنیم. تستنتش هم خیلی راحت اجرا میشه، کسایی که ویندوز دارن به راحتی که تاکه داشته باشن میتونن بلاکچین رو به تست تنیرا بس شد، دو تا کامند هم بیشتر نیست توی زرب دات نتورک در مورد تستنت توز بذاشته جو کامپایل بشه جو زرب جو اجرا بشه، ساده از ریسورسی هم نمیخواد، با مینیموم سی پی یو و مموری کار. خب من فکر میکنم ببینید هدف داخل ایران یا خارج، من معتقدم که هدف حالا داخل ایران خارج ایران نداره، ولی خب فکر میکنم من معتقدم توی شرایط فعلی کمک زیادی میکنه که دوستانی که توی پروژه بلاکچین هستن، توی پروژه اوپن سورس هستن، اصلا کلا ایرانیایی که فعال هستن توی این پروژه مشارکت کنن، خب تارگت خیلی مهمه.
هدف رو مثلا هدف خاصی واقعا نیستش، یعنی داخلی نه خارجی، جهانی میتونه. یه سری هم بلاکچین ها هستن در حال حاضر تقریبا یه جوری انگار ملی شده، مثلا شما تو چین یه بلاکچین هست به نام نیو، خود چینی ها فقط دارن کار میکنن، تو مالزی مثلا نیم هست، یه مثلا پروژه مشابه مثلا تو اتریوم کلاسیک تقریبا هم میدونم همه تیم دیولپمنتش توی روسیه هم، یعنی عملا انگار روسا عمل مینتنس و دیولپمنت اون بلاکچین رو به عهده گرفتن. عملا توی بلاکچین ها هم مثلا بعضا خود مثلا خود بلاکچین کلگودا توی آلمان اکثرا هم تیماش معمولا اینجوری پیش میاد، مثلا یه بلاکچین اون یه کشوری خیلی مثلا توی اون مشارکتش زیادتره، ولی خب به این معنی نیست که آلمانی یا روسی یا مثلا چینی، ولی خب من فکر کنم دیگه وقت دوستان رو نگیدم، اگر سوالی بود من دیسکورد هستیم آقای رویپور خدمت من تشکر میکنم، اگر شما صحبت پایانی چیزی دارید ممنون میشم منم گوش کنم. من دوستان خدافظی میکنم. من دو بار دیدم ارائه تو رو و خیلی لذت بردم هر دو دفعه، فکر کنم بار دوم از بار اولم بیشتر لذت بردم. ممنونم ازت. داریم اگر دوستان سوالی ندارن خدافزی کنیم دیگه، وقت دوستان رو دیگه نگیر. من خدافزی کنم، دوستان تشکر رو داریم، ممنون، متشکرم، شبتون خوش، خدا نگهدار.